صورت من اینه که شما رو با یه سری از مباحثی که به نسبه پرکاربرد هست و آقای دکتر عباسیان هم توی سخنرانی ابتدایی در رابطه با اون صحبت کردن، مدل سازیهایی که از جنس ماشین ویژن هست و به نوعی در صدد توصیف مکانیزم های بینایی به کمک مدل سازیهایی که امروز ما بیشتر یک کتگوری دیپ نورال نتورک ها میشناسیم. خب قبل از اینکه من پس رو شروع کنم، من یه مختصری تاریخچه میگم که معمولا دوست دارم با او شروع کنم. ببینید اون نکته ای که اهمیت داره، ما معمولا در درک کنونی که از مغز داریم، مغز رو به مثابه یک بایولوژیکال کامپوننت میشناسیم که داره محاسبات و محاسب وزیری توی مغز ما پیاده میکنه. اما نکته ای که حائز اهمیت داره اینه که این نگاه ما به مغز توی خودش به نوعی یه نوع مدل سازی نهفته است، و اینکه من این ارگان مغز رو به عنوان اندام محاسبه‌گر به حساب میارم از ابتدا برقرار نبوده. به وقتی یه طول کشیده که ما این نوع نگاه رو به سلول‌های مغزی و اکتیویتی اونها داشته باشیم. اگه بخوام یه مرور مختصری داشته باشیم، برای مثال توی زمان دکارت فهم مکانیکی از ماشین‌ها و اساساً اتفاقاتی که اطرافشون می‌افتاده خیلی بنبست شده. بنابراین وقتی که اونا می‌خواستن یه توصیفی از نحوه عملکرد مغز ارائه بکنن، خب برای این سازوکارش را به نوعی مدل بکنن، می‌اومدن و از توصیف‌های مکانیکی استفاده می‌کردن. دیده بودن که وقتی که مغز رو باز می‌کنن، یه سری بطن وجود داره که دو بطن آب هست و خب یه شبکه کاملی از ارتباطات بین مغز و سایر اندام بدن وجود داره. شاید اونا به منجله یه لوله ها باشه. ببینید تا اینجا خیلی خدای بزرگی که فکر کردن این بزرگوار زمان نبوده. خب ماشینی که ما میشناسیم خیلی پیچیده است، خوب کار میکنه. چیه؟ ماشین های هیدرولیکی هم هست احتمالا مغز هم نمید. پس من وقتی که میخوام اراده بکنم دستم رو تکون بدم، احتمالا اون آبی که توی بطنهای مغز من قرار گرفته فشرده میشه و خب این شبکه‌ای که اینجا آورده باشی فشار داره میشه به دست من جمع کنم. مستقل از این که احتمالا این توصیف برای شما الان خیلی خنده داره، اما وقتی که به کل استدلال این نگاه میکنید و الان نوعی از توصیف مکانیزمی داره یا در سطح مکانیزم سازوکار توی این وجود داره، خب پس به این تعبیر این تلاش دانشمندان برای فهم دادن سازوکار سفره کوتاه مدت داره و ارزشمنده. من در اینکه اینو بردم رو بگم، فهم ما از پدیده های پیچیده ای که دور ما میگذره به نوعی ربط داره و در بستر اون دانشی که ما برای مدلسازی در زمان خودمون میدونیم برگوش میشه. خب یه خورده اومدیم جلوتر و خب تو زمان فروید شاید مثلا ماشین های بخار که تو سربده کرده بودن پیچیدگی رو به طور تخصیص میدادن به عملکردی که واسه این ماشین ها وجود داره. پس وقتی که اون مثلا مغز رو توصیف کنن، سعی کردن با یه چیزی مثل ماشین بخار توصیفش کنن. الان اومدیم جلو، خب با چیزای پیچیده رو معمولا با الکترونیک، امواج الکترومغناطیس و نحوه مبادله بین اونها، اسکاف های مبادلاتی و چیزی که الان واقعا داریم کامپیوتر توصیف میکنیم. و اون شکلی که من اول گذاشتم که خب مغز به عنوان یک اندام محاسبه‌گر، ممکنه که یه دلیل اصلیش که الان ما این نگاه رو داریم و توصیف ابتدایی من برای شما خیلی عجیب برای این نیمده، توصیفی که من از دکارت داشتم برای نحوه کار برای یه خورده عجیب برای من برمیگرده به این که الان مدل‌سازی که ما برای توصیف سازوکارهای مغزی می‌کنیم از بستر فهم ما از کار می‌کنیم. خب پس مفهوم محاسبه‌پذیری بسیار اهمیت داره. برای همین یه مقایسه خیلی خوبی هست که این توی درس که یه گسمی و سی کامپیتشن و نورساینس بودن که اینجور در چه من این سلاید از اونجا آوردم که ببینیم خب اگه قرار باشه ما از استعاره یا مدل های کامپیوتری استفاده کنیم واسه توصیف مغز، چقدر یه خط هستیم و چقدر فاصله داریم. ببینیم که اساسا واحد های پردازنده توی مغز ما توی واحد حجم می گنجن، در صورتی که
چیزی که توی کامپیوتر داریم سی پی یو و توی واحد سطحه، از لحاظ تعداد میتونید مقایسه کنید، از لحاظ سایز و چیزی که تا اینجا میبینید تا حد خوبی کامپیوترها جلو هستن. اما چیزی که به صورت واضح ما میدونیم که کامپیوترها خیلی جلوتر هستن میزان کانکشنیه که بین واحدهای پردازنده توی مغز وجود داره و اون چیزی که توی کامپیوتر هست و اسمش میزنیم ترانزیستورها و نحوه ارتباطش. خب این مقایسه بعدی نیست که انشاءالله شما توی اسلایدها میبینید و خب همین اینجا همیشه باید توجه کنید که ممکنه این نگاهی هم که ما داریم به مغز برای مدل سازی درسته که داره بخش خوبی از سازمان رو توصیف کنه، اما همیشه باید به دیده ذهن به اینها نگاه بکنید. ممکنه که مدل ها رو بتونید به نوعی عوض بکنید و از این فراتر بروید. البته هدف من توی این لکچر نیست و میخوام بگم که مدل سازیهایی که الان توی ماشین ویژن استفاده میشه چقدر تونسته این سازوکارها رو به کار بگیره. خب وقتی که از محاسبه پذیری صحبت میکنیم نمیتونیم که نقش ماشین تورینگ رو نادیده بگیریم. اساسا پارادایم شیفتی که توی نوع نگاه ما به مسئله محاسبه پذیری به وجود اومد بعد از مدل سازی بود که تورینگ ارائه کرد. مبنای اصلی این مدل سازی ناظر بر این بود که ما مسئله ابتداییمون را ابتداعاً یه رپرزنتیشن براش پیدا می‌کنیم به کمک یک الف با و بعد از اون الف با رو یه باندی قرار می‌دیم که ورودی ما به اون ماشین هست. ماشین ما یه سری عملگرهایی توش وجود داره که نهایت امر باعث میشه که بعضی از این صفر رو بکنه یک، بعضیش رو بدون تغییر بذاره، بعضی از یک بار هم بکنه صفر و نوک اون عملگر را جا به جا بکنه و اون اتفاقاتی که در این ماشین میفته بعد از مراحل مختلفی باعث میشه که خروجی در انتها همینجا وجود داشته باشه. مثلا مسئله دو به اضافه دو که میشه چهار میتونه در ابتدا به کمک الف با روی این باند نوشته بشه و بعد به کمک اون اپراتورها کم کم تغییر کنه و در طی مراحل مختلف نهایت امر عدد چهار روی این ورودی ما یا رو همین باندی که خدمتتون عرض می‌کنم وجود داشته باشه. چیزی که توی اینجا برای ما اهمیت داره اینی که خب پس ورودی باید به فرمی از زبانی که قابل فهم هست برای ماشینمون تبدیل بشه. به عبارت دیگه باید یه رپرزنتیشن رو داشته باشیم از مسئله ورودی مون. و مسئله بعدی اینه که پروسس به معنای عوض شدن این رپرزنتیشن هاست، چون هر بار که این رپرزنتیشن ابتدایی به کمک عملگرها از یک به صفر عوض میشه شما به یه رپرزنتیشن جدید میرسید و این خود اصطلاحی که ما میگیم پروسس واسه اینفورمیشن پروسسینگ در انجام میشه و در نهایت هم شما میرسید به جوابی که توی خروج میدید. پس ما به نوعی واسه تفسیر محاسبه پذیری در اندام‌های طبیعی که مغز هست بزرگترین اون از این استعاره‌ها و ادبیات‌ها استفاده می‌کنیم. می‌گیم رپرزنتیشن فرمی از انرژی در جهان خارج درون مغز ما اتفاق می‌افته. مثلا وقتی که من دارم این جمع رو می‌بینم امواج الکترومغناطیس توی فرکانس‌های مختلف میاد می‌رسه به چشم من، به سنسورهای چشم من و سنسورهای چشم من پین فرم از انرژی رو تبدیلش میکنن به اکشن کلاسیه. یعنی در گام ابتدایی یه رپرزنتیشنی از اون چیزی که در جهان خارج وجود داره به کمک سنسورها به وجود میاد، مسامحتا شبیه به همین که من با یه الفبایی اومدم کنگرودی رو قرار دادم توی ماشین تورینگ. خب پردازش چه شکل داره توی مغز انجام میشه؟ توی ایستگاه‌های مختلف همزمان با حرکت کردن این ورودی در نورون‌های متفاوت و رله‌های مختلف که منظور از رله‌ها اون جاهایی که سیناپس تشکیل میشه و پیام به نورون بعدی منتقل میشه، این بازنمایی در حال عوض شدن و انگار پردازش اطلاعات داره به این تعبیر اتفاق میفته. توجه بکنید که من همچنان تکیه می‌کنم این مدل سازی که الان به صورت غالب ما می‌شناسیم و یه جوری تینکینگ ما را این نوع مدل سازی شیپ کرده. اینه که می‌گیم بستر فهم ما از اندام‌های ارگانیسم از ماشین‌های مصنوعی یا کامپیوترها داره می‌گذره. می‌خوام این مسئله رو بیشتر براتون باز بکنم و هدف ما این بود که مفهوم رپرزنتیشن
پروسسینگ پشت سر هم و خب حل شدن مسئله تا حدودی یه مقارنه‌ای برای مغز کامپیوتر براتون ایجاد میشه. آقای دیوید مار بزرگ با این نگاه یه دسته‌بندی کلی برای مسائل لرنینگ و خب طبیعتاً مسائلی که توی مغز قرار حل میشه ارائه دادن که توی سه سطح ما میتونیم مسئله‌ای که قرار حل بکنیم. چون این که خود مسئله رو توصیف بکنیم، مسئله معادله چیه، چه ویژگی‌هایی داره، چه شکلی کار میکنه، این بالا داره پایین داره چی میشه. یه مسئله اینه که این صورت مسئله‌ای که وجود داره مثل اینکه بینایی هست، این با چه الگوریتمی داره پیاده سازی میشه و نهایتاً وقتی که الگوریتمش رو فهمیدیم به خود اون پیاده سازیه برسیم. یعنی چه سلول‌های عصبی یا توی کامپیوتر چه سیلیکونی چه ترانزیستوری درگیر هست که اون را پیاده می‌کنه. پس بنابراین توی این چند سطح معمولاً ما توصیف می‌کنیم مسائل را و خب حواسمون هست که کسایی که دارن تو مدلینگ کار می‌کنن یه بخش زیادی از فعالیتشون توی این قسمت و ساجست می‌کنن که چه اینفورمیشنی وجود داشته و یه بایولوژیستی که شروع می‌کنه از یه سلول عصبی در شرایط کاملاً ثبت میگیره سعی میکنی که به نوعی ایمپلیمنتیشن را توصیف بکنه. خب من یه ذره برم سراغ اصل مطلب. اون مسائلی که گفتی میخوایم در رابطه با موضوع بینایی در رابطه صحبت بکنیم. بدون که بینایی بفرمید من فقط دو باید تموم کنم چون برنامه خیلی وقت نداره. سریع میتوسم که شما مطلب بله توی مغز هست. بله سوال خوبیه، دقیقا همین اسم بده. اجازه بدید من بگم. ببینید ما حالا بخوام به نوعی همین سوالی که شما کردید و حواسی که تا الان گفتیم ببینیم توی سیستم بینایی چجوری داره اتفاق. همون چیزی که در فهم خارج وجود داره به نوعی تفسیر میشه به اکشن پتانسیل ها یا حالا فعالیت سلول های عصبی توی شبکه چشم و بعد توی ایستگاه های مختلف این بازنمایی ابتدایی داره عوض میشه. خب این ایستگاه ها به این تعبیره که به نظر میرسه توی هر سطحی از پردازش داره یه قسمتی از مسئله حل میشه. مثلا وقتی که شما توی چشمتون رو تصویر میفته یه چیزی مثل همین مدل کامیرایی که داره از طرف میگیره پیتبک کامیراست، نور میفته تصویر وارونه شده این دنیای سه بعدی به صورت دو بعدی روی چشم من قرار میگیره. خب شبکی هم که میدونید خیلی کج و موجه و مثلا اصلا کرویه. پس یه فرمی، یه تصویری از این چیزی که در دنیای خارج هست روی شبکی من میفته و نهایت هم پس از انجام پردازش شما یه ادراک کامل سه بعدی از اون چیزی که توی دنیای خارجتون براتون به دست میاد. این اتفاقا داره کجا اتفاق میفته؟ در نتیجه پردازشیه که توی این مسیر فعالات این سلولای عصبی توی مغزتون به وجود اومده. برای مثال توی بینایی ابتدا از رتین یه جایی میره توی تالاموس که حالا ما بهش میگیم NGM و بعد از اونجا پروجکت میشه رو سطح کورتکس. به عبارت دیگر یه چشم من باشه یه جایی این وسط مغزم تالاموس هست و بعد از اونجا میره توی پس سر. اطلاعاتی که تو دنیای خارج وجود داشت در ایستگاه های مختلف داره هی پراجکت میشه و میاد بالاتر. خب پس توی پس سر من الان قراره که یه سری اطلاعات وجود داشته و بعد اون شروع میکنه اکسپ کردن توی دو تا مسیر مختلف که به یکیش میگیم مسیر شکمی یا ونترال و به یکی میگیم مسیر دورسال یا مسیر کمری. پس چیزی که اینجا وجود داره ما دقیقاً یه سری از رله هایی داریم، یه سری سلول هایی داریم که اطلاعات رپرزنتیشنش از این رله به رله بعدی در حال عوض شدن. و نکته خیلی جذاب اینه که توی هر کدوم از این ایستگاه ها داره بخشی از پردازش اطلاعات اتفاق میفته. برای مثال توی LGN و مراحل ابتدایی مغز در مسیر بینایی اطلاعات مربوط به لبه ها داره کنی میشه. شما میتونید فرض بکنید که احتمالا تصویری که من دارم از این جمع میبینم توی لایه اول بینایی پردازش کاری بینایی
یه چیزی شبیه مثلا لبه ها کانتوری که دور صورت ها وجود داره و چیزهای از این قبیل، یه همچی بازنمایی هست. و وقتی که میان جلوتر اون بازنمایی اندکی پیچیده تر میشه، یعنی مثلا بتونه زاویه ها رو بازنمایی بکنه. بعد که زاویه ها رو بازنمایی کرد توی مراحل جلوتر همزمان با اینکه شما از انجن اومدید بیرون، همینطور که دارید میان جلو مثلا اینجاها توی پیفول دیگه دارید یه چیزایی مثل اسپشیال فرکانسی اورینتشنش و مسائل این چیزی ها بازنمایی میکنید. و وقتی میان توی این سطح خیلی بالاتر دیگه در کمال تعجب در عرض یه چیزی بلوش 65 تا 70 میلی ثانیه پردازش اینقدر کامل میشه که سلول هایی وجود داره که میتونه تصویر مربوط به صورت رو بازنمایی کنه. این تبدیل یعنی چه؟ یعنی اینکه من این المان های پردازشگرم که همون سلول های عصبی بودن، اون پردازش که تو مراحل قبلی اتفاق میفتاد نهایتا منجر به این میشه که من سلولی داشته باشم که وقتی تصویر صورت رو بهش نمایش میدم بیشتر از سایر تصاویر که بهش نمایش داده شده پاسخ بده. مثلا به تصاویر صورت پاسخ دادنم یه چیزی از این همون جیغ کشیدنی که دکتر عباسی هم توی دو روز گذشته خدمت اون معرفی کرد که ما بهش میگیم اکشن پتانسیل، و معمولا مثلا نرخ پاسخ دادنش رو لحاظ میگیم پاسخ. پس با این تفاصیل یه سلولی وجود داره که وقتی من تصویر صورت رو بهش نمایش میدم داره با فرکانس 20 هرتز میزنه چرا که وقتی که یه تصویر بقیه یه تصاویر داره مثلا با فرکانس 5 هرتز، پس به نوعی داره به صورت کاملا سلکتیو به این تصاویر جواب میده. ببینید پردازش اتفاق افتاد، یعنی از توی کل این صفحه که وجود داشت من الان سلولی دارم که داره از منظر محتوای صورت بودن تصاویر را مورد بررسی قرار میده و اون رو بازنمایی میکنه. خب ممکنه صورت پس سلول دیگه وجود داشته باشه که از منظر موجود زنده بودن بررسی بکنه و مواردی بیشتر. و به صورت کلی نکته دیگه هم که جالبه بدونید اینه که ما پردازش های بیناییمون دو مسیر کلی انجام میشه که یک مسیر در این مسیر اینجا بود، اینها مربوط میشه به تشخیص چه بودن اشیا که اصطلاحاً بهش میگیم what pathway، و یکی دیگه مربوط میشه به اطلاعات مکانی و حالا دقیق‌تر چیزایی که مربوط به سرعت اشیا میشه که بهش میگیم where pathway. و به این ترتیب شما میتونید یه هایرارکی یا سلسله مراتب از پردازش ببینید. نگاهی که ما داریم داره توی توالی اتفاقاتی که میفته و عوض شدن بازنمایی ها اون الفابت ابتدایی روش پروسس اتفاق میفته و نهایت امر شما یه سری پاسخ دارید که با همون الفبا اولیه از همون اکشن پتانسیل هاست، اما الان داره محتوای صورت رو بازنمایی میکنه. خب پس این اندامی که من شناختمش به عنوان اندام محاسبه گر خیلی انگار اون مدل سازی که در قسمت قبل برای ماشین تورینگ و کلاً محاسبه پذیری در موردش صحبت کردیم توی این هم برقراره. خب بسیار خوبیه. پردازش ها به صورت کلی داره انجام میشه. اینکه پردازش در مغز چجوریه؟ پردازش داره بخشش در بین لایه ها انجام میشه و بخشش در هنگام عبور از یک لایه به لایه دیگه. حالا این جواب به این سوال ما چه شکلی میتونیم خوب بفهمیم؟ خب بیولوژی تقریبا از سال 1960 تا حالا به کمک توسعه ابزارهای الکترونیکی که میتونه پاسخ سلول‌های عصبی به دست بیاره تونسته ویژگی های پاسخی سلول های مختلف را خیلی خوب برامون آشکار بکنه. این که ویژگی پاسخی این از عبور از یک لایه به لایه دیگه و یا درون لایه چه شکلی عوض میشه داره فرم تغییر بازنمایی برای ما معرفی میکنه. پس من میتونم حالا مسابقتا عرض بکنم که پردازش هم در لایه های مختلف هم بین اون انجام شد. نکته بعدی هم که باید توجه بکنیم این لایه‌ها یه دونه سلول نیستن، مجموعه ای از سلول.
در واقع یه تیکه از بافت مغزه که توش ممکنه میلیارد ها سلول وجود داشته باشه. خب پس ارتباط بین سلول های مختلف در اون یک لایه هم نقش بسزایی داره در پردازش. من الان میخوام یه خورده در رابطه با هوش مصنوعی صحبت بکنم و خب بعدم بیام در مورد دیپ نورال نتورک ها که خب خیلی مهمه این تاریخچه خیلی کوچیک. ببینید پس من وقتی که میگم مغز من به مثابه کامپیوتر، یعنی از متافور کامپیوتر استفاده کردم برای توصیف، فقط این نیست که یه بچه شبهی پیدا کردم که هر دوتاش داره مثلا دو تا مساوی 4 میگه. یه چیزی فراتر از اینه. من دارم در مورد مکانیزم محاسبه پذیری و نحوه کد شدن توی مغز صحبت می‌کنم. امیدوارم که توی این تیکه اول صحبتم اینا خدمتتون انتقال داده بشه. حالا بریم ببینیم هوشمندی چیه. خب از دیرباز اون تست معروف تورین که به نوعی فقط حالا به نوعی تونسته به صورت فانکشنال هوشمندی تعریف کنه و این هم اینه که اگه یک کامپیوتر یه طرف باشه یه آدم هوشمند که مطمئن نیمه هوشمنده این هم هوشمنده نتونه فرق این دوتا را به دست بیاره. یعنی من خیلی کاری ندارم که اون تو چیه و چه اتفاقاتی داره. الان توش مثلا یه کوره سیب زمینی این تو یا نه یه سری مثلا نورونه که داره کار میکنه یا تو مغز توی کامپیوتر سیدی کنه یا مثلا یه ژنومی عوض کرده توی ماسور انجام ده. اگر رفتار هوشمندانه داشته باشه ما به اون میگیم هوشمند. خب حالا ما برای اینکه بخوایم این هوشمندی رو به وجود بیاریم طبیعتا اگه بریم الهام بگیریم از سازوکارهایی که توی مغز وجود داره به نظر میرسه ممکن خیلی هم فاصله بده ما رو از اون چیز اصلی، ولی اون حس اولیه ما اینه که الهام گرفتن از این هوشمندی میتونه راه گشا باشه. کاری که خب دانشمندان ریاضی کاربردی و خب بعدا علوم کامپیوتر اینو شروع کردن، مدل ابتدایی نورون، این که خب من از بایولوژی میدونم که نورون یه سری ورودی میگیره و نهایت هم یه خروجی میگیره. پس این نورونه یه اینتگریتور ورودی هست. من همه اون پیچیدگی هایی که در مورد کانال و مثلا حتی شما تو سطح مولکولی دیدید که چقدر پیچیدگی هست و فقط مطرح کردن کلسیوم توی کسا قرار دیدید که میتونید بررسی بکنید که چه شکلی در اکشن پتانسیل این رو همه رو که من میذارم میگم یه المان خیلی ساده دارم که این داره ورودی میگیره. حالا ورودی های مختلف هم طبیعتا متأثر به این که نوع ارتباط سلول قبلی با این چه حد باشه یه وزن میده. اینها رو با هم با یه سیگما جمع میکنم یه خروجی میدم. این فانکش این هم میتونه خودش یه فانکشنی داشته باشه، یعنی F این سیگمای WIXR به عنوان ورودی یه تابع باشه که نهایتاً اونم خروجش باشه و به این ترتیب سعی کردن یه مدل سازی ارائه بدن. خب وقتی که مدل سازی ارائه شد، یعنی شما یه مدلی ارائه دادی که داره براتون خروجی ها رو پیش بینی میکنه، پس اگه یه سری داده داشته باشید که با فرمت XI به عنوان ورودی نمایشش دادید، این W ها رو بدونید و این F هم بدونید، میتونید بعد از فهمیدن این W ها پردیکت بکنید که Y های جدید به چه تعبیری هست. همون کاری که توی ماشین لرنینگ انجام میشه، شما در واقع دارید این F رو تخمین میزنید که تخمین این F یعنی فهمیدن این W ها، درست شد؟ البته اینجا یه گوشی اشتباه گفتم، ما این دبلیو ها رو تخمین می‌زنیم که خود این یه تابعیه که ماشین ماست. حالا این اف هم مثلا توی مثال خاصی که عرض کردم خدمتتون یه فانکشن ثابتی می‌تونه باشه که اگه مقدار به یه حدی رسید فرضاً فایر کنه، اگه نرسید فایر نکنه. خب می‌تونید یه مدلی داشته باشید که این اف هم تخمین بزنید. در واقع شما دارید میایید به صورت کلی یه فی بزرگ یه تخمین می‌زنید که به این ورودی اون خروجی مد نظرتون را به دست بیاره که اون وای استیمیتدی که معمولا با وای هم نمایشش میدن. خب این رویه، یعنی همین بیسیک المنتی که پیشنهاد شد توسط این دانشمندا کم کم هم توسعه پیدا کرد و کامل ترش کردن، یعنی مادم بزرگ و بزرگ ترش کردن با این امید که خب توی مغز ما 100 میلیارد نورون وجود داره و شما باید برای حل یه مسئله باید تعدادی از زیادی از اینا کنار هم قرار بدید. خب طبیعتاً برای اینکه بخواد این شبکه مسئله رو حل بکنه، یعنی بذار این ورودی یا این خروجی خاص رو بده، بعد این تبدیلی ها رو به دست بیاریم. اومدن الگوریتم های ارائه دادن به نام بک پروپاگیشن که احتمالاً آشنا هستی و
برای پیدا کردن اون دبلیو ها. یعنی توی مسئله ای که اصطلاحا بهش میگیم سوپروایز پرابلم، خروجی هایی که یه دبلیو شانسی میداد را با خروجی واقعی مقایسه کردن، و اگه این دبلیو شانسی خروجی که میداد خیلی فاصله داشت از خروجی واقعی، این دبلیو ها رو بیشتر عوض میکردن، و اگه کم فاصله داشت کمتر عوض میکردن. این اینقدر تکنش میدادن، یعنی یه جوری این ایرو رو به صورت بک پروپاگیت میکردن یه چی به کل نتورک، و دبلیو ها رو ادجاست میکردن. این فرایندی که تو لرنینگ اتفاق افتاد. خب ببینید این یه تغییر بسیار بزرگی به وجود آورد. چرا؟ چون به کمک این مدل تقریبا از لحاظ ریاضی میتونستن ثابت کنن که هر فانکشن که من میتونم تغییر بدم. خب به اینجا که رسیدن یه اعتماد به نفس خیلی خوبی گرفته بودن دانشمندان علوم کامپیوتر که ما مسئله مغز رو به نظر برسه یا هر کردی را سنگی یه قدم کوچولو مونده که حلش کنیم. ولی خب وقتی که اونم اومدن جلو دیتا ها بزرگ شد، دیدن که ای بابا که خب خیلی فرق نداره با یه چیزی کرنل ساده‌ای که قبلا اصلا ولش کن، ما همون اسمیه موجودن، یعنی یه کرنل تری که استفاده میکنیم که یه تابعی بیاد تعریف بزنه و اون بتونه کار رو انجام بده. از بنابراین اون هیجانی که داشتن و اون بهاری که توی هوش مصنوعی به سبب این ارائه ها و یه جوری عجله توی بزرگنمایی کارشون به وجود اومده بود، منجر به این شد که به یه خزانی برسن که اصطلاحا بهش میگن اینتر آرتفیشال اینتلیجنس، که حالا جلوتر من سعی میکنم تاریخش رو یه دونه کرونولوژیکی اسلاید بهتون نشون بدم. توی این بین توی سالهای 1982 یه تلاش آقای فوکوشیما بر این اساس بود که سعی میکرد مدلی که واسه اون نورون داره رو نزدیکتر بکنه به اون چیزی که واقعا داره توی شبکه‌های عصبی اتفاق میفته. توی اون زمان یه مدلی برای همگرا شدن اطلاعات بود. از یه لایه وقتی که شما می‌خواید برید لایه بعدی، به هر حال یه مدلی باید وجود داشته باشه. مثلا اگر این سلول ها که توی لایه ابتدایی مغز برای مثال بتونه قسمت هایی از فضا رو بازنمایی بکنه که یه کنتراستی بین مثلا وسط و اطرافش باشه، این کجا اتفاق میفته؟ فرض کنید که من دارم لبه اینه ببینم، اینجا که همه تو ببینم لبه اینه ببینم، این اینجا مثلا نسبت به اطرافش کنتراست داره، و بعد سلولای توی دیوان فرض کنید که رسپتیو فیلدش به این گونه است که داری این یه تیکر رو میبینی، بعد این جاها رو نمیبینه، این یه تیکر پاسخ ایجاد میکنه، و فرم پاسخی به این ترتیبی که اگر وسط اون رسپتیو فیلد یه لکه نورانی وجود داشت و اطرافش تاریک بود این فعال میشد. یعنی به نوعی داشت کانتراست یه تک نقطه را توی فضایی که رسپتیو فیلدش بود تشخیص بود. حالا اگه بخواد خط بازنمایی بشه چه اتفاق باید بیفته بچه ها؟ احتمالا میتونه چند تایی که کنار هم قرار بگیره و اینا روی نورون بعدی هم گرا بشن. ببینید این چیزی که اینجا هست، این نورون ها تک تک دارن جواب میدن و بعد اینا با هم همگرا میشن و چی؟ طبیعتا پاسخی که این داره میده با این مدل کانورجنس داره یه دونه خط رو بازنمایی میکنه. خب پس ارنجمنت این همگرایی تعیین کننده این قصه هست که نورون بعدی با خط با چه زاویه جواب بده، و به این تعبیر شما توی یه جای مغز یه سری سلول دارید که داره به خط با زاویه های مختلف جواب بده، و به این ترتیب این مدلی که هوبل و ویزل ارائه کردن و جایزه نوبل باهاش گرفتن یه بریکترویی بود واسه نحوه فکر کردن ما به اینکه در لایه‌های مختلف پردازش کنیم چه شکلی اتفاق میفته. خب اگه بخوان این مدل رو به نحوی مدل سازیش بکنن که آقای فوکوشیما سعی کرد تو سال 1982 انجام بده، اینجوری به نظر میرسه که عملکرد این سلول‌ها رو اگه من بخوام پیاده سازی بکنم مثل یه فیلتری میمونه که داره عمل کنه روی تصویر، و همون چیزی که اول گفتم مثلا تو لایه اول یه نسخه وجود داره که داره خطا رو به وجود میاره، در نتیجه عمل کردن اون فیلتر روی این تصویر است. خب این اگه ما بخوایم به صورت حالا ماشین ویژن پیاده سازی کنیم، در واقع یه فیلتر می‌نویسیم و کانوال می‌کنیم فیلتر
خاطر فروچی رو کل تصویر که دستم هم دارم اینجوری میکنم، یعنی دارم میلغزونم روی تصویر و هر جا توش زرد میکنم و جوابشو به دست میارم و نهایت هم پاسخی که به دست میارم یک نسخه‌ایه که یه سری ویژگی‌های خاص از تصویر رو داره بازنمایی میکنه. پس این یه مدل کانولوشنیه واسه اکسترکت کردن ویژگی‌ها و اسمی که گذاشته بود برای این اسمش بود نیو کاگنیتور که تقریبا این تاریخ های ایمرجنس کامونیشن را دونم بفر کنند. یعنی اون چیزی که الان دونم بفر که و ما میشنستیمش و خیلی هم مشکوله با یه سبقه به نسبه طولانی داره و خواستگاه فیزیولوژیکی که پشتشه خیلی محکم اصلا یه جایزه نوبل روش بوده. اما اون زمان خب این موارد خیلی مورد اقبال قرار نگرفت. یه دلیلش اینه که احتیاج به ریسورس فضایی و همچنین پردازشی خیلی زیادی هست که بتونیم در اجبار انجام میشه بدیم که تا اون زمان همین آنجام نباشیم. خب طبیعتا توی این سوالهایی که به دلیل ارباب بیش از اندازه و حالا مثلا توصیف های خیلی زیادی که از اون مثلا مارتین یا پرسپترون داشتن دیگه واقعا دانشمندایی که میمدن و سعی میکردن توی مدل سازی های ماشین ویژنیشون تا حد خوبی عملکرد سلولای عصبی واقعی در نظر بگیرن، اونا هم دیگه خیلی حرف نمیزدن که با مرزو پیش میکردن چون دیگه کنان رو خوبی بودن. مسئله یه نمونه از اینا الگوریتم سیفته که خب واقعا اینا اومدن نسخه های مختلف رو تولید کردن، گفتن هر کدوم از اینا اورینتیشن در میدن، همون چیزی که طبیعتا فهمیده بودن از بایولوژی داره انجام میشه و بعد به نوعی به یه سری اسکیلینگ و ریت فیچر ها رسیدن که تو ماشین ویژن بسیار مهم بود. اما تو این زمان خیلی خبری از این توصیف های جنجالی که ما بعضا توصیف کردیم نیست. اون چیزی که خدمتتون عرض کردم به این ترتیب بود که پرسپترون اون لایه‌های ابتدایش به وجود اومد و خیلی خوشحال بودن به این مسئله خیلی ساده مثل ایکس اور که نمیتونستن اون المان رو ساده حلش بکنن اون رو پایین آورد و تا مدت زمانی توی دوره وینتر بودن تا اینکه مارتیل پرسپترون اومد. بعد دوباره این هم به کمک اسمی ما خیلی فشار شدابی. اما الان ما توی بهار جدیدی هستیم که خب باب به کارگیری همون مدل های مشابه کامپوزیشنی که خدمتتون عرض کردم به وجود اومده. یعنی به دلیل توسعه ابزارهای محاسباتی و همچنین توسعه تئوریکی که برای روش‌های بهینه‌سازی اون ویتا هم به وجود اومد، یه سری ماشین‌های بزرگی به وجود اومدن که ما بهشون میگیم کامپوزیشن نورال نتورک، و چون لایه‌هاشون خیلی زیاده بهشون میگیم دیپ نورال نتورک، خیلی عمیق هستن، که اونا شروع کردن مسائل رو خیلی خیلی خوب حل میکنه. خب این نورون ها خواستگارشون همون چیزی بود که فکر این شبکه های عصبی خواستگارشون همون چیزی بود که من خدمت عرض کردم، همون مدل کانورجنس و افزایش سلکتیویتی، یعنی پیچیده کردن نحوه پاسخ سلول ها به کمک مدل های همگرایی متوالی، دقیقاً همین وجود داشت. و اون چیزی که خب حالا ما بهش میگیم کانورجن، یه مفهومی پشتشه که بهش میگیم ویت شیرینگ، یعنی همه اون فیلتری که قرار کاربرد میشه روی تصویر همش رو کل تصویر با ویت ثابتی داره کاربرد میشه. پس این ایده ویت شیرینگ و استفاده از این ما رو وارد یه مرحله جدیدی از نتورک ها هست که بهش میگیم دیپ نورال نتورک ها، که اصطلاحاً بهار دوم آرتفیشال اینتلیجنسی که الان ما تقریباً توی خب این هم چیزی که خدمتتون عرض کردم. توی دیپ نورال نتورک ها ما بعد مرحله کانولوشن رو داشتیم، مرحله بعد یعنی یه بازنمایی داشتیم. اگه بخوایم به مرحله بعدی بریم بعد چی کار کنیم بچه ها؟ بعد یه جوری بگیم که مثلا اون جهت از این سلول ها کنار هم دیگه با هم یه جوری جمع میشن. این اصطلاح این مکانیزم رو بهش میگم پولینگ، یه چیزی که مثلا اینجا داره اتفاق میفته، همین از این تک گفته شما میرسید به این خط. و اینکه پولینگ چه شکلی میتونه باشه، ایده های مختلفی بود که تا اینکه تا سال 1999 آقای کوشی توی MIT پیشنهاد دادن که این پولینگ میتونه به کمک ماکسیموم گیری باشه، که اصطلاحاً الان ما اونو به عنوان ماکس پولینگ میشناسیم. حالا اگه بخوایم بدونید که این ماکس پولینگ خواستگاه فیزیولوژیکش چیه، ببینید سلولای عصبی وقتی که
یکیشون پاسخ بیشتری میگیره و اون استعداد رو پیدا میکنه که فایر بکنه، خب این استعداد از سلولای قبلی به دست آورده. وقتی که اون فایر میکنه با یه شدت خیلی قوی سلولای اطرافش ها مهار که اصطلاح هم بهش میگیم چی؟ شانت اینکیویشن. خب این شانت اینکیویشنه فرمان نسبه اینه که اینجاست که برنده شده همه چیه داره برای خودش برمیداره. پس اونی که مارکزی مورد داره بهره نهایی را میبره و اون چیزی که قرار بره لایه بعدی اونی که ماکسیموم شده. چرا؟ چون توی طبیعت توی اون سازوکارهای طبیعی و سلولای عصبی اون که فایر کرده و میاره داره مهار میکنه. خب این مدل ارائه کردن آقای کوجیو که خب کامپولوشنال نوار نتورک بود و گفتن که ببینید ما اون لایه اول میام یه فیلتر کامپولوشنی میذاریم که خطا رو تشخیص بده، بعد اینا رو با هم پول میکنیم میاد میشه مثلا یه زاویه، بعد دوباره میام یه فیلتر دیگه توش میکار میبریم و نهایتاً به یه بازنمایی جدید میرسیم از اون تصویره که الان به یه ماشین لرنینگی که قبلا کار میکرد SVM باشه یا یه دونه مثلا فولی کانکتد نتورک باشه. به جایی که خود اون تصویر رو بدیم چیه میدیم؟ این بازنمایی که از مسیر این شبکه های کامپولوشنی به وجود اومده رو میدیم و اینو نشون دادن که این داره میبره در دیگه کارا. البته هنوز توسعه مثلا جی پی یو به این معنی اتفاق نیفتاده بود و امکان ترین کردن این ماشین ها با تعداد زیاد تصویر میسر نبود. خب اون چیزی که امروز ما داریم تقریبا سعی میکنه این مسیر ونترال رو پیش بینی بکنه، یعنی مدل سازی بکنه به کمک دیپ نورال نتورک ها. گروهی که تو این قصه یه خورده درگیر هستن آقای دنیامینز از لب دیکاردو بود که ایشون الان رفته دانشگاه استنفورد و خب آقای آرش افراز هم توی همون لب بود، یعنی با هم همکاری داشتن که از اون طریق شما توی ارتباط داشته باشید. به نوعی پایونیر این حوزه واسه توصیف سازوکارهای ویژوال پروسسینگ که توی مغز اتفاق می‌افته به کمک کانفولوشنال نورال نتورک ها همین گروه هستن که من اینم از یه مقاله ویژوال بردم. ایده ای که می‌خوایم بگیریم تقریبا همچین چیزیه که اطلاعات به ویژوال می‌رسه و توی مسیر حرکت می‌کنه. امیدوارم که تا حالا دیگه این حرکت کردن معنیشو فهمیده باشید دیگه، یعنی یه اکشن تو تانسیل که رسیده به اونجا یه داره فرمش عوض میشه و میره جلو و جلوتر و توی هر مرحله داره یه بازنمایی انجام میده. پس وقتی که مثلا از رتین میاد میره توی LGN اینجا انگار یه اپراتور وجود داره، از LGN دوباره یه اپراتور توی صورت T پرانتز باز نقطه پرانتز بسته نمشته، یعنی یه اپراتوری که میاد به میگاه میرسه. همطور هم که میدید یه جاهایی داره بازنمایی دایورج میشه و یه جاهایی داره کانورج میشه. همین اتفاقی که با توی شبکه‌های عصبی مصنوعی و نورال نتورک اونا انجام می‌شدیم. و خب چیزی که هست توی مسیر کاملا فید فوروارد به یه رپرزنتیشن جدید می‌رسیم. برای پولینگ همون قصه مکس پولینگ که خدمتتون عرض کردم، یه چیز دیگه هم هست که وجود داره بهش میگیم نورمالیزیشن، اینکه پاسخی که یه سلول میده متأثر از پاسخ اطرافیانش هم هست. پس بنابراین به نوعی این پاسخ هم نورمال میشه که این مکانیزم رو هم شبکه‌های عصبی مصنوعی پیادش کردن. خب میشه من تو طرح بگم چون میخواستم حتما حوزه های باز دکرسترم بگم. ببین پس ما همون شبکه کامپولوشنی که داشتیم با توسعه الگوریتم‌های کامپیوتر و البته قدرت پردازشیمون تونستیم با یه شبکه خیلی بزرگی که خب حالا بگیم رژونیت، شبکه‌ای که با این ترین شده از لب فیفیدی توی استنفورد اومد، تونستیم ترین بکنیم و برسیم به یه شبکه خیلی بزرگ که اون شبکه داره یه بازنمایی میده که یه همچه فرم میداره و اومدیم با مثلا 1,000,000 عکس ترینش کردیم. پس بنابراین ویت هامونم به نظر میرسه خیلی شبیه اون استاتیستیک از پترینی که در محیط خارج وجود داشته. خب این شبکه در زمان حال حاضر واسه دستبندی تصاویر ثابت از آدم میبند، یعنی پرفورمنسش بهتر از آدم میبند و خب به خاطر همین هم هست که به شدت توسعه پیدا کردن و قسمت های مختلف استفاده میکنن.
حالا نکته دیگه هم که یک کوتی هست از خود آقای هینتون که هینتون کسی بود که اون مقاله دیپ رال نتورک و تریدینگ رو شرکت ها انجام دادن اینه که ما 17 سال طول کشید که دیپ رال نتورک ها برسه ولی یه سال بهش فکر کردیم و 16 سال طول کشید که چی بشه؟ اینقدر تکنولوژی توسعه پیدا بکنیم که بودون رو پیاده سازی بکنیم آخرش هم تنکس تو اینتل چون به کمک پردازش موازی که جی پی او به ما میداد تونستیم اون ترنگینگ رو خیلی سریع‌تر انجام بدیم و در دسترس کنیم که الان گوشی‌های موبایلمون هم یه همچین چیزی وجود داشته باشه. خب تا اینجا من سعی کردم خواستگاه‌های فیزیولوژیک دیپ نورال نتورک و اینکه مکانیزم اصلی دیپ نورال نتورک و فرقش با شبکه‌های تنبوری رو خدمتتون بگم. خواستگاه نورونیش که میشد همون هوگلوویزل آیدیا واسه سلکتیویتی و همچنین الهام گیریش یکی واسه همون ویت شیرینگ و اینکه نسخه های مختلف تصاویر تو دایره های مختلف منجران رو وجود بیان که بکنم که ویت شیرینگ رو به کار گرفتن کامپونوشن هم فیلتر هست و یکی دیگه مکس بولین که گفته شما تو نیتیوشن رو دوباره و بعد نهایتا شما مثلا اون چیزی که تو آیتی نورونا فایر میکنه حدس میزنیم مشابه اون چیزیه که احتمالا مثلا توی چند لایه دیپرال نتورک بازنمایی اون تصویر رسیده پس این اگه من بدم به یه ماشین تصمیم گیرنده باید قوت زیاد باشه که خب تست هم کردن زیاد بوده اما مسئله این که خب الان به نظر میرسه دوباره مثل همون فضان قبلی که داشتیم توی بهار هی شروع کردن اعراف کردن آقا مالتی لیر پرسپترون دیگه کل مسئله کاگنیشن حل الان هم یه خورده به نظر میرسه اینجوری البته آدم ها چشم ترس برداشتن از گذشته و من میخوام بهتون نشون بدم که واقعا همینه بین اینکه ما فکر بکنیم این دیپ نورال نتورک مغز حل کرده یه اوورسیمپلیفیکیشن یعنی خیلی ساده انگارانه است که بخوایم این فرض را داشته باشیم حالا چند تا مثالش خدمتتون میگم اول اینکه مثلا ما واسه یه ترین همون ایمیجنت همون شبکه معرفی که خدمتتون گفتیم از هزار تا لیبل استفاده می‌کنیم که تو هر لیبل هم هزار تا کاتگوریه 1,000,000 لیبل ایمیج خب اینا من کلی بچه معمولی مقایسه کنم فرض کنید این بچه از صبح که پا میشه فقط کارش این باشه که هی شکل داره می‌کنه توی هر ثانیه هم 3 تا سکانت بیشتر نمی‌تونه بزنه یعنی من اینجوری دیگه ماکسیمم سرعت هر ساعت هم بیشتر نخواد چقدر طول می‌کشه ترنش 1 سال طول می‌کشه بشه ولی واقعا بچه اینجوری سه تا دو چرخه دید دیگه تمومه اصلا مفهوم همه چی رو می‌فهمه پس این شبکه که ما ساختیم هنوز خیلی فاصله داره و مسئله بعدی واقعا مسئله اوورفیتینگه که توی این دیپ نورال نتورک‌ها به شدت اینها اوورفیت میشن حالا میخوام بهتر بگم اینه که شما با یه نویز خیلی کمی توی ورودیتون میتونید اون شبکه رو به خطاهای خیلی بزرگ بدید پس بنابراین همچنان باید روی کار بشه و دلیلی که خیلی هم دارن کار میکنن و سرمایه گذاری میکنن مسئله ATP هست حالا ما از چه دریافتایی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ ببینید یه سری ایده وجود داره که مثلا مثالی که دکتر عباسی مسیح چلی زدن توی افتتاحیه که گفتن ما به کمک مثلا ایده های سایکوفیزیکی میتونیم مدل سازی هایی که حتی توی دیپ نورال نتورک وجود داره رو بهبود بدیم به چه تعبیری؟ به این معنی که مثلا من میدونم که آقا اینکه تو اومدی دیپ نورال نتورک رو کاملا یه نتورک فیت فور پارچیدی خب این واضحا اینجاش غلطه چون مغز ما حالا اگر بیشتر نه حداقل از همونقدر که داره میره برم میگرده یعنی یه عالمه کانکشن فیدبکی داریم که ما اینو اصلا لحاظ نکردیم و اگه بخوایم اینا رو بهبود بدیم مثلا میتونیم این فیدبک ها رو در نظر بگیریم البته مدل های هستی کار کرده که چند دفعه شروع کردن ولی اینا در ابتدای راه هستن یه چیز دیگه این که درون خود یه لایه هم سوالی که شما کردید یه عالمه ریکارنت هست ما میتونیم اینا رو اپلای بکنیم و پرفورمنس رو بهبود بدیم مدل های اسپایکینگ نتورکی یعنی رپرزنتیشن رو سعی کنیم نزدیک بکنیم به همون معادلات دینامیکی که واسه اسپایکینگ اکتیویتی داشتیم نه مدل خیلی ساده سیگمای WIXI و از همه مهمتر این که ما باید به سمتی بریم که نهایت امر ویدیو رو پردازش کنیم چون اصلا استیل ایمیج مسئله مغز ما نبوده من الان اینجا وایسادم شما در حال حرکت میبینم و اساسا مواجهه من با دنیای خارج با یه سری از
عکسای پشت سر هم که خب که اطلاعات به صورت پشت سر هم میاد یه دایمنشن جدیدی هم اضافه میشه که خب اینا هم موضوعاتی هست که توی دیپورال نتورک بسیار حائز اهمیت هست و خب خواستگاهش هم همون بایولوژی و داره به کار گرفته میشه که توسعه بدن. خیلی ممنون از وقتی که بذاشتید.